خب اگه خاطرتون باشه تو چند تا ویدیو قبلی من خدمتتون عرض کردم که برخلاف چیزی که تا حدی جا افتاده توی ایران هکروش صرفا یک سخنرانی انگیزشی نیست بلکه بیشتر از اون چه که یک مفهوم کیفی باشه مفهوم کمی و یک مفهوم آزمایشیه آزمایشگاهیه یعنی باید آزمایش هایی طراحی بشه تئوری مطرح شه اینا با داده تست بشه مشخص شه که کدومشون احتمال جواب دادن بیشتر داره از بقیه خب در این راستا لازمه که از ابزارهایی که توسعه داده شده در سطح دنیا برای هک رشد ابزارهای عمومی که میتونه به هک رشد کمک کنه در واقع استفاده بشه مهمترین ابزارها رو میشه تبدیل تقسیم کرد به ابزارهای آنالیتیکس یا تحلیل داده ابزارهایی که رفتار مشتری رو رفتار کاربر رو سیر سفر مشتری و حرکتش در درون سرویس های مختلف ما در درون وبسایت و اپلیکیشن ما رو رصد میکنه و نشون میده ابزارهای تست یا ای بی تستینگ که دوتا تا تهوری مختلف به صورت ای و بی تست میشن تا مشخص کدوم به واقعیت از دید مشتری یا به مطلوبیت در واقع نزدیکترن و همچنین ابزارهای کنترل پروژه ابزارهای تقسیم کارها شکست و جمع کار در داخل یک تیم یا بین تیم های مختلف خب یه سری از اینا رو مثلا با هم دیگه نگاه کنیم ما سگمنت رو داریم که یک ابزار جمع دیتا و تشکیل پایپلاین داده هستش خیلی ابزار معروفی هستش تو زمینه آنالیتیکس یکی خود گوگل آنالیتیکس رو داریم که از همه معروف داره میکس پنل و در واقع هم خیلی کاربرد دارن و مخصوصا میکس پنل توی زمینه شرکت هایی که میزان تولید دادشون در سطح خیلی خیلی زیاد نیستش 90 درصد کار رو را میندازه. یعنی در واقع عدد 90 میزانیه که نویسنده این مقاله میگه ولی من فکر میکنم که از 90 هم میتونه در واقع بیشتر باشه تجربه مختصری که باش داشته ما حاجه رو داریم که در واقع سیر اقدامات کاربر رو ریکورد میکنه رصد میکنه نگهداری و ذخیره سازی میکنه هیت مپ یا نقشه در واقع گرماییه. وبسایت رو که کجاها بیشتر مورد توجه کجاها رها شده کجاها جذابه و نیست استخراج میکنه و ابزارهای دیگری که داریم مثل فرض کنید ابزار فوزه پروژه منیجمنت که شما میتونید یکی از ابزارهای مهمی که اینجا وجود داره ترلو هستش جدای از ترلو هم خیلی چیزا هستن ما در واقع آسانا رو داریم و همین ترلو رو داریم چندتا نمونه داخلی رو در کشور داریم نمونه های متعددی وجود دارن حتی خیلی ها مثلا ترجیم دارن به جای آسانا از اسلک که بیشتر پیام محوری توش مهمه اما کارها رو همیشه تقسیم و جمع کرد استفاده کنن به خاطر اینکه اون سیر پیشرفت کار رو بهتر از ترلو نشون میده اینها یه این مقدار دیگه سلیقه‌ایه تو این زمین من باید خدمتون این در واقع توصیه رو بکنم که حواستون باشه تو دام بقول قدیمی ها آفتاب لگن صد دست هیچی نیفتید در واقع ما عده زیادی رو داریم که باز این یکی از تله های روانشناسی دیگه که خیلی از افراد از فکر موفقیت نسبت به موفقیت سیراب میشن یعنی خیلی ها رو میبینید که به جای اینکه برای کنکور درس بخونن بیشتر وقتشون به برنامه ریزی برای کنکور داره میگذره و به اون برنامه ریزی حال میکنن و نفس برنامه ریزی حس موفقیت بهشون میده سن خیلی موقع احمال هم همینطور اتفاق میفته دیگه شما مثلا 700 صفحه دارید 7 فصل 7 روز وقت دارید میگوید خب روزی یه فصل رو میکنم اوکیه بعد روز اول میگید خب حالا شش روز بشه میتونم در واقع اون یه دونه رو لابلای اون شش روز اون یه دونه فصلی که دوازدهم واقع برش ندارم و هندل کنم سه روز مونده میگید بابا نصف روز برای یه فصل صد صفحه کافیه همینطور میبینید افرادی هستن که هفت ساعت مونده به امتحانم دارن از این توجیهات میکنن تو ذهنشون برنامه ریزی میکنن مدیریت بحران میکنن خیالشون راحت میشه وا میدن میرن کارشون حالا توی استارتاپ هم همینطوره این زیاد دیده میشه که خیلی موقع به جای اینکه یک ابزاری رو انتخاب کنن پاشم برن دیگه کارشون رو اونطور بکنن بخش مهمی از بحثشون سر اینه که از این استفاده کنیم یا از اون استفاده کنیم از این استفاده کردیم راضی نبودیم به اون مهاجرت کنیم جداول مختلف رو بریم ببینیم ویژگی هر کدوم چطوره کدوم بهتره من نمیگم این کار رو انجام نشه اما یک بار این کارا انجام بشه و بعد دیگه به اون انتخابی که شده دیگه وفاداری صورت بگیره چرا چون اگر این کار صورت نگیره اصل با فرقاتی میشه چون اون انتخابه مهم نیست کاری که باهاش میخواید بکنید مهمه اینکه قرار ازش استفاده کنید در واقع اهمیت اصلی رو داره و من اینو زیاد دیدم در استارتاپ ها خصوصا چون آدمای جوونی هن و انگیزه خیلی بالایی دارن بخش از وقتشون رو به برنامه‌ریزی بیش از حد در واقع تلف میکنن یک نکته ای هم که بولت آخر این اسلاید هستش رو در نظر بگیرید دیگه این لیست دائما آپدیت میشه یعنی اینطوری نیستش که همین ها باشن همین است و جزی نیست در واقع حرف غلطی است چون که تو این فضا خیلی فضای رقابتیه و فضاهایی که پر از فیچره پر از نیازهای مختلفی که نیازهای دگرگون میشن و یهو می‌بینید یه شرکت یه استارتاپ تو این زمینه مثلا ترلو خودشو با نیاسا دائم به روز کرده رقبا رو کم کم خارج میکنه یا اینکه به روز نمیکنه کم کم از لیست گزینه ها حذف میشه بنابراین شما تو هر مقطع زمانی که بخواید کافی سرچ ساده انجام بدید یکی دو تا جدول مقایسه پیدا کنید نصبشون کنید دو تا سه تاشون رو به صورت ترایال اون زمان استفاده مجانی کنید در نهایت کدوم انتخاب کنید و تمام